3000 کلاه آبی صلحبان سازمان ملل متحد با ایجاد منطقه امن در پیرامون شهر گومای جمهوری دموکراتیک کنگو آن را به محاصره خود درآوردند. این سازمان به شورشیان M23 که کنترل این شهر را در دست دارند التیماتومی 48 ساعته داده تا سلاح‌های خود را زمین بگذارند. شورشیان M23 که نام خود را از توافقنامه صلح 23 مارس سال 2009 با دولت جمهوری دموکراتیک کنگو گرفتند، در تصرف شهر گوما سلاح‌هایی را از ارتش این کشور به غنیمت گرفتند. اکثر اعضای این گروه همانند رئیس جمهوری رواندا از قوم توتسی هستند، اما دولت رواندا هر گونه حمایت از شورشیان M23 را رد می‌کند. سخنگوی کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل متحد می‌گوید جنگ در اطراف گوما از 14 ژوئیه باعث فرار 6 تا 7 هزار نفر از خانه و کاشانه‌شان شده است. اغلب آنان کودکان و زنان و نیز پسران جوانی هستند که از ترس به خدمت گرفته شدن اجباری ریختند. آوارگان جدید در مدارس و کلیساهای شمال گوما پناه گرفتند. مهلت سازمان ملل متحد به شورشیان بعد از ظهر روز سه‌شنبه به پایان می‌رسد. از آوریل دو سال پیش، زمانی که گروه M23 شورش کرد، حدود 800 هزار نفر در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو مجبور به ترک خانه‌های خود شدند.